وميثاق مؤكد پروردگار عالم ووعد صدق آفریدگار زمین و آسمان ولی العصر حجة الدهر امام الزمان خلیفة الرحمن شریک القرآن الحجة ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باد. خدمت بینندگان محترم شبکه مقدسه جهانی اهل بیت علیهم الصلاة والسلام عرض سلام و ارادت و تحیت دارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوارم هر جا که هستید ان شاء الله پروردگار عالم به حق اهل بیت اطهار علیهم الصلاة والسلام نظر لطف به همه ما و شما بیفکند و پروردگار عالم رحمتش را و مغفرتش را و امن و عافیت در دنیا و آخرت را بر ما و شما نازل بفرماید و پروردگار عالم قلوب ما و شما را منور به نور ایمان و منور به نور ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و منور به نور محبت و دوستی و ولای امیر المؤمنین علیه السلام و اهل بیت اطهار صلوات الله علیهم اجمعین بفرماید و پروردگار عالم اولاد ما و شما را و نسلهای آینده ما را تا روز قیامت از غلامان درگاه 12 امام علیهم السلام قرار بدهد و پروردگار عالم اموات و گذشتگان ما را مغفرت بفرماید و پروردگار عالم رحمتش را بر قبور آنها نازل بفرماید و از خطاهای آنها بگذرد و پروردگار عالم به حق امیر المؤمنین علیه السلام و آنها از بهترین میوه ها و بهترین نوشیدنی ها و شراب ها و لذت های بهشتی در قبورشان بی حد و بی حساب روزی نصیب بفرماید و پروردگار عالم روز قیامت به داد ما و اولاد ما و گذشتگان ما بر سر لب حوض کوثر امیر المؤمنین علیه السلام را فریاد رس ما و مددگار ما و پناه ما قرار بدهد. پروردگار عالم را سوگند می دهیم به حق حبیبش حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و به حق برادر از جان عزیزتریشان امیر المؤمنین علیه السلام و به حق دختر عرش اختریشان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و به حق سبت اکبر امام مجتبی علیه السلام و به حق امام شهید امام بی کفن حضرت ابی عبدالله صلوات الله علیهم اجمعین که پروردگارا به حق پنج تن پاک و به حق اهل بیت طاهرینشان و ائمه هدا از نسلشان تو را سوگند می‌دهیم که پروردگارا صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج. پروردگار ترا سوگان میدهیم به حق امیر المؤمنین علیه السلام و برادر بزرگوارشان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و به حق عترت طیبین و طاهرین آنها که فرج حضرت بقیت الله فی العالمین صلوات الله علیه را هر چی زودتر محقق بفرما و آن بزرگوار اذن قیام عنایت بفرما و آن بزرگوار اذن خروج عنایت بفرما. پروردگارا کمر دشمنان حضرت ولی عصر علیه السلام را بشکن و عدد شیعیان ایشان را بیشتر بگردان. قلوب تمام اهل عالم را و دلهای همگی مردم را متوجه حضرت ولی عصر علیه السلام بفرما و به ما توفیق عنایت بفرما که حضرت ولی عصر علیه السلام را به مردم عالم معرفی بکنیم و فضائل ایشان را و فضائل آباء طاهرینشان صلوات الله علیهم اجمعین را در عالم منتشر بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. بینندگان محترم، خداوند متعال به شما سلامتی عنایت کند و من دعا می کنم که بینندگان محترمی که از ما التماس دعا کرده اند خداوند متعال حوائجشان را برآورده به خیر بگرداند. اگر مریض دارند خدا مریضشان را شفا عنایت کند و اگر مسافر دارند پروردگار عالم مسافرشان را به منزلگاه مقصود برساند و اگر فرزندان کوچک دارن خداوند متعال آنها را از شیعیان خالص امیر المؤمنین علیه السلام به بار آورد و اگر مشکل مالی دارن قرضدار هستن خداوند متعال رزق واسع حلال به اونها نصیب و روزی بفرماید. و بینندگان محترمی که به ما کمک کرده اند من دعا میکنم
که پروردگار عالم به حق اهل بیت اطهار علیهم الصلاه و السلام و اونها خیرات دنیا و خیرات آخرت را بی حد و حساب روزی بفرماید و نصیب بگرداند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. بینندگان محترم، همونطوری که دیشب عرض شد، در آستانه روز ازدواج امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام با حضرت صدیقه طاهره زهرای اطهر سلام الله علیها برنامه همیاری و جمع آوری کمک برای مصارف شبکه و توسعه شبکه قرار داده ایم و اصل قضیه اینه که توسعه شبکه فعلا حالا انجام بشود یا نشود، این کسری بودیجه شبکه ان شاء الله العزیز این فراهم بشود. این امر مهمی هست. خداوند متعال به شما خیر بدهد و سلامتی بدهد. ان شاء الله سعی بکنید که امشب به شبکه کمک بکنید، فردا هم به شبکه کمک کنید، پس فردا کمک کنید ان شاء الله، و سعی بکنید که ان شاء الله العزیز خدا به شما سلامتی و عافیت عنایت کند ان شاء الله، که به این شبکه هم یاری بکنید. و همواره این چنین بوده که انبیاء خدا علیهم الصلاة والسلام وقتی که مردم را دعوت به خیرات می کردند، دعوت به هدایت می کردند، عده‌ای از مردم خالص با جانشان با مالشان آنها را یاری می کردند. لذا بینندگان عزیز، همواره در طول تاریخ علمای بزرگ اگر توانستند خدمتی بکنند، این تنها زحمت خودشان نبوده، عده از مؤمنین مخلص با اونها کمک های مالی هم می کردن. یا خودشان مالدار بودن، یا اینکه عموماً این چنین بوده که مؤمنین هم کمک می کردن. مدارسی که در آنجا علمای بزرگ تربیت شدند و درس خواندند، علمای بزرگی که تألیفاتی داشتند، این چنین بوده که مؤمنین با اونها کمک می کردن. و خب توفیق پروردگار عالم هم هست، اما تأسیس مدارس و ساختن حسینیه ها و چاپ کردن کتب و نشر دادن کتب و اداره خود زندگی علما، اینها عموماً به خاطر کمک مؤمنین بوده و کمک مخلصین اهل بیت علیهم الصلاة و السلام بوده. و شما اگر ملاحظه بفرمایید و نگاه بکنید، این شبکه جهانی اهل بیت علیهم الصلاة و السلام یک منبر جهانی هست، یک منبری هست که به اندازه 10,000 مسجد یا از آن بیشتر مخاطب دارد و در سراسر عالم پخش می شود. و شما برادران اهل افغانستان اول همت کردید، این شبکه جهانی نبود، شما با کمک های خیلی اندک و حد توانتان کمک کردید، این شبکه جهانی شد و آن وقت برادران و خواهران ایرانی هم سهم گرفتند و این شبکه توانستیم که این را ادامه بدهیم. و بعد دولت ایران به ما ظلم کرد و جلو فعالیت های ما را در ایران گرفت، اما باز هم شما کمک کردید و شبکه دیگر به زبان عربی تأسیس شد و آن شبکه به زبان عربی کمک های خدمت های زیادی انجام می دهد. و شما باور کنید که در جاهای خیلی دور افتاده که اونجا مبلغین شیعه هیچ وقت نمیتونن قدم بگذارند، مناطق دور افتاده در دل وهابیت، در مناطق در آفریقای شمالی، در کشور شاد مثلا چاد، در کشور مالی، الجزائر، مغرب، تونس، مصر، سومالیا، حبشه، سودان، در کشورهای عربی که در آسیا هستند، در خاورمیانه هستند، مانند عربستان سعودی، مانند امارات، مانند قطر، مانند فلسطین، مانند اردن، الا ما شاء الله مردم شیعه شدند به خاطر این شبکه مبارکه. در کشورهای خارج از خاورمیانه، غیر کشورهای اسلامی، در اروپا، فرانسه، آلمان، کانادا، امریکا، خیلی زیاد مردم الحمدلله شیعه شدند. و این که یک کسی شیعه می شود و نوکر اهل بیت علیهم الصلاة و السلام می شود، خب
این بزرگترین سعادت هست. بینندگان محترم، اینها ممکن نبود بدون اولا کمک امام عصر علیه السلام و تأیید ایشان و لطف ایشان، و ثانیا شما مؤمنین که کمک کردید و ما توانستیم ماهوار خرجهای خیلی هنگفت به شرکتهای ماهواره‌ای پرداخت بکنیم تا این پیغام به سراسر عالم پخش بشود. شما میبینید بینندگان عزیز که در خود جهان فارسی زبان و دو سه کشور عمده هستند که اینا فارسی صحبت میکنند، ایران، افغانستان، تاجیکستان و بعد یک مقدار مردم در آذربایجان شوروی هم فارسی میدانند و همچنین در پاکستان شهرهای مانند پیشاور، کویته مردم زیاد فارسی میدانند. در این جاها بینندگان محترم تبلیغ دین به صورت صحیح، این را خوب توجه بکنید. شما اونهایی که برنامه ها را تماشا میکنند میدانند و اونها خوب این مطلب را میدانند که مباحث مذهبی اصیل شیعی اینها متروک مانده بود، مردم علما به اینها پشت کرده بودند، یا اگر اونهایی هم که اقبال داشتند در دست اونها اختیاراتی نبود، در دست اونها وسائل و منابع تبلیغ نبود، اسباب تبلیغ در دست اونها نبود، رسان در رسانت نقشی نداشتند. بینندگان محترم، خب الحمدلله من نمیگویم که این شبکه تمام کار را این شبکه کرده، علمای خیلی زیاد زحمت میکشند، علمای خیلی زیاد الحمدلله رب العالمین هستند که با افکار اصیل شیعه آشنایی دارند، ساکن تهران، ساکن اصفهان، ساکن مشهد مقدس، ساکن قم مقدسه و شهرهای دیگر گوشه و کنار که من آشنایی ندارم، اما شکر خدا هستند و اونها در احیاء عقاید اصیل شیعه و متون اصیل شیعه زحمت میکشن، عمرشان را صرف میکنن، اما در این راه این شبکه مبارکه هم بی سهم نبوده است و الحمدلله رب العالمین تأثیر خیلی زیادی داشته است، شکر خداوند متعال. شما بینندگان محترم در جاهای دور افتاده افغانستان، حالا در جاهای دور افتاده ایران، اون جاهایی که علماء بزرگ اصلا مسافرت نمی کنند، اصلا نمی روند، اصلا شاید اسمش را هم نشنیدند، یا آخوندهایی که اونجا می روند عموما فاسد العقیده هستند، خود آنها منحرف هستند. چون امروز بینندگان عزیز علمایی که بیشتر علما از کجا خارج می شوند تحصیل می کنند؟ از حوزه علمیه قم. حوزه علمیه قم خودش منبع فساد هست، منبع سوء عقیده هست، حوزه علمیه قم خودش مرکز انحراف هست، مگر عده قلیلی که آدم های درستی که از اونجا بیرون می آیند. یکی از مراکز مهم بلکه مهمترین مرکزی که طلاب خارجی در اونجا درس می خوانند در قم، جامعه المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. این جامعه المصطفی 100% در دست اطلاعات، 100% اساتیدش همگیش از فیلتر اطلاعات رد می شوند. بله، کارکنانش اغلبشان اطلاعاتی هستند و شاگردای اونا هم با همگیشان از فیلتر اطلاعات رد می شوند و اینها طلبه های کجا درس می خوانند 5 سال، 10 سال، 15 سال، اینها یگانه چیزی که اونها به اونها شبانه روز به افکار اونها انداخته می شود شستشوی فکری موافق نظام ولایت فقیه هست. بله، و اینها با افکار شیعی آشنا نمی شوند و اینها بزرگترین مصیبتی هستند وقتی این طلاب از جامعه المصطفی بر می گردند، خارج تحصیل می شوند، بر می گردند به کشورهای خودشان، به جای این که اینها بتوانند خدمت بکنند، خود اینها باعث بیدینی مردم، باعث انحراف مردم و باعث شکست علمی شیعیان در برابر نواسب و در برابر وهابیت می شوند. طلابی که از این مدرسه ها درس می خوانند نمی توانند جواب وهابیت را بدهند، بلکه خود اینها یعنی علماء دجالی اینچنین هستند، به خاطر سوء عقیده اینها، اینها هیچ وقت نمی توانند در برابر اونها موقف بگیرند، جواب بدهند، بلکه در برابر جماعت و نواسب و سلفی و عمری بالعموم
جماعت دجالیه اگر روبرو بشوند شکست میخورند و نمیتوانند بر اونها پیروز بشوند. ولذا بینندگان محترم، این مصیبت بزرگه. خب حالا الحمدلله این شبکه مبارکه در دوردست‌ترین نقاط این کشورها، دهات‌های ایران، دهات‌های افغانستان، جاهای در افغانستان هست، تاجیکستان که اصلا روحانیون شیعه 100 سال اونجا نرفته اند، نمی روند. شیعیان اونجا بودند، باور کنید که مثلا جد شیعه بوده، پدر پسران از تشیع زیاد خبر ندارند. این شبکه را دیدن دوباره مهر امیرالمؤمنین علیه السلام در دل اونها مانند یک آتش فشان منفجر شده. خب بینندگان محترم من، و اینها وقتی این شبکه را نگاه میکنند، خب اینها عموما همه این کشورها در معرض شبهات مخالفین، در معرض شبهات منحرفین هستند. خب اینجاست و شبهات اونها جواب وافی، کافی، شافی داده میشود. خب اینها الحمدلله رب العالمین اینها و تبدیل میشوند به شیعیان دلداده و شیعیان متعصب و شیعیان عاشق اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. خب بینندگان محترم، یک رسانه مذهبی رسالتش همین هست، کارش همین است. آیا این ممکن بود بدون کمک شما بینندگان محترم؟ نه. بله، امام عصر علیه السلام هم وقتی که ظهور میکنند، عده‌ای یاران با ایشان هستند، کمک میکنند، جانفشانی میکنند، شهادت طلبی میکنند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم که تشریف آوردند، مال حضرت خدیجه سلام الله علیها بود. گرچه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میتونست سنگهای مکه را تبدیل به طلا بکند و خرج راه تبلیغ بکند، اما این کار را نفرمود. مال حضرت خدیجه سلام الله علیها بود و شجاعت امیر المؤمنین علیه السلام بود که عمود اسلام استوار شد و مردم به دین اسلام گرویدند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم توانستند مردم را به دین دعوت بکنند. خب بینندگان محترم، شما یک حسینه کوچک هم اگر میخواید تأسیس بکنید، اصل تأسیس آن مخارجی دارد؟ ندارد؟ دارد. یک حسینه کوچک اگر میخواید تأسیس بکنید، در آنجا 10 شب برنامه بگیرید، 10 شب در اونجا مجلس بگیرید، خب اینم خرج دارد؟ ندارد. خب خرج دارد. اونجا روحانی میآید، باید اون روحانی را شما یک هدیه به ایشان بدهید. و عموما روحانیون پول زیادم نمیگیرند بندای خدا، عموما از همه مردم کمتر که پول میگیرد روحانیون هستند، و عموما روحانیون هم با حیا هستند، مردم هم به اونها پول کم میدهند. آفرین به روحانیون، آفرین به عزت نفس اونها. ما اینجا در این شبکه خیلی وقتا روحانیون را من میکوبم. شما میدونید که تعبیرات خیلی تند برای روحانیون من استفاده میکنم، شاید بعضی وقتا این کار من اشتباه باشه. روحانیون شریف، ببینید این چقدر خودشان فقیرند، میرن منبر میرن، مردم هم میدانند که این طرف حیا دارد، هر قدر بدهیم او دیگر با ما چانه نمیزند، پول وش کم میدهند. خب اینم خب به روحانیت شما هدیه میدهید، بعد اونجا خرج غذای مردم، خرج برق حسینی ها، اینها همه یه 10 جلسه شما بگیرید. بعد بینندگان محترم من، حالا شما یک منبر جهانی، یک منبر جهانی که مطالب اصیل را که بقیه علما، نه این که اونها موافق نیستند، نه این که اونها دلشان نمیخواهد بگویند، نه رسانه در اختیار اونها نیست، این آزادی برای همگی میسر نیست. شما مثلا کسانی که علمایی که در کشورهای اسلامی هستند، یک روحانی فرض بکنید در افغانستان زندگی میکنند، یا در ایران زندگی میکنند، یا در کویت زندگی میکنند، یا در عراق زندگی میکنند، اون نمیتواند مطالب اصیل را درست پوستنده علنی در رسانه ها بیان بکنند، به خاطر اینکه فردایش او انتحاری میشود، فردایش او شهید میشود. در ایران روحانیت اگر بخواهد درست و واضح مطالب اصیل را بیان بکند، آنها را اولا خود حکومت ایران آنها را برایشان بدترین عواقب را بر اونها را دوچار می سازد. خب بینندگان محترم من، خب این منبر جهانی و اندازه هزاران هزار منبر مخاطب دارد و تبلیغ دین می کند و الحمدلله رب العالمین در برابر بدعتها ایستاده.
خب این کار شدنی نبود. خب همه شما که کمک میکنید و همیاری میکنید در این کار خیر سهیم هستید و ان شاء الله اگر با اخلاص کمک بکنید در روز قیامت اجر و جزا دارید پیش خداوند متعال و پاداش دارید اگر خدا قبول بکنه. اگر خدا قبول نکنه دیگر اون حسابش جدا هست. لذا آدم وقتی که کمک میکنه در راه خدا پول خرج میکنه باید با اخلاص خرج بکنه. بینندگان محترم من و این کار از سابق این چنین بوده، از الان نیست. یعنی اگر سابق از سابق مدارس دینی نبود، اگر حسینی ها نبود، اگر منبر امام حسین علیه السلام نبود، اگر تبلیغ دین نبود، اگر تعلیم نبود، و تبلیغ دین و تعلیم دین انحاء مختلف دارد. یک مرحله از تبلیغ دین منبر است، یک مرحله از تبلیغ دین نوشتن کتاب های مفید، کتاب های حقه که عقاید حقه را، کلام اهل بیت علیه السلام را و فرمان اهل بیت علیه السلام را به مردم میرساند آن میباشد. شعائر امام حسین علیه السلام احیاءش تبلیغ دین هست، احیاء دین هست. شب 19 ماه مبارک رمضان عزاداری کردن احیاء دین هست، تبلیغ دین هست. اگر اینها نبود بینندگان مردم محترم، مردم تشیع نمیمان، از بین میرفت. شما باور بکنید خیلی مناطق هست در افغانستان، در پاکستان، در هند که سابق همه مردم شیعه بودند، مناطق وسیع، اقوام یعنی عشائر همه سابق شیعه بودند و گذشت زمان دیگر اینا شیعه نیستند. علتش چیست میدانید؟ بعضی اینا سیدند، شیعه نیستند. چرا؟ علتش چی بوده؟ به خاطر اینکه تقیه شدید حکومت، بله، روحانیان شیعه را در اون منطقه میکشت. بعد کسی دیگر هم اگر کسی معلومات مذهبی دینی داشت جرأت نمیکرد بگوید من شیعه هستم، یا منبری باشد یا حسینیه باشد. بعد دولت از طرف خودش اونجا مسجد تعیین میکرد، یا اگر مسجدی بود از پیش خود ملا امام میفرستاد و مردم مجبور بودن برن نماز جمعه. خب این اگر 10 سال، 20 سال، 60، 30 سال، 40 سال، 70 سال، 100 سال میگذرد، دیگر 2-3 نسل میگذرند، مردم دیگر اینقدر به یادشان میمانند که پدران ما شیعه بوده، دیگر فعلا عمری، کامل عمری. و این خیلی زیاده بینندگان عزیز. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تبلیغ دین نبود، تبلیغ دین نبوده. شما بینندگان محترم در همین امریکا، اروپا، خانواده های خیلی زیاد هستند که پدران مسلمان، مادرها مسلمان، اولادشان بیدین شده، اولادشان از دین هیچ خبر ندارن. از ایرانی ها غیر آن خیلی زیاده، پر امریکا. نسل دوم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تبلیغ دین در امریکا نیست و نبود، بله، منبرهای خوب نبود به زبان انگلیسی، چون فرزندان اینها که اینجا بزرگ می شوند زبان انگلیسی می دانند، زبان فارسی یا عربی زبانهای پدر خود را بلد نیستند، لذا اونها به زبان خودشان تبلیغ نمی شود و به اونها تفهیم نمی شود. اونها بله فکر می کنند اسلام یک فرهنگه، یک رسم و رواجه که لزومی نداره ادامه پیدا بکنه، و یک متعلق به یک عصر دیگری بوده و ما فعلا متعلق به یک عصر دیگری هستیم. و لذا الا ماشاءالله می بینید که پدر مسلمان بوده، اولادش از اسلام هیچ خبری ندارد، هیچ، در عمل کافر، کاملا کافر، نه نماز بلده، نه روزه بلده، هیچ. خیلی زیاده اینطوری. لذا بینندگان محترم من، احیاء دین، احیاء شعائر دین در چیز؟ در بیان کردن دین. رحم الله احیو امرنا، رحم الله من احیا امرنا. امام صادق علیه السلام فرمودند که امر ما را احیا بکنید، امر ما را زنده بکنید، یعنی دین ما را زنده بکنید، مس این راه ما را، روش ما را، مذهب اهل بیت علیه السلام را نگذارید بمیرد، این را زنده بکنید. خدا رحمت کند کسی را که راه و روش ما را زنده بکند، زنده بکند، خدا رحمت بکند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من كنت مولاه فهذا علي امير المؤمنين عليه السلام مولاه، اللهم انصر من نصره واخذل من خذله. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دعا کرده در برابر تمام مردم، بارها هم دعا کرده، پروردگارا نصرت بکن هر کی که برادر من امیر المؤمنین علیه السلام را نصرت بکند.
نصرت کردن امیر المؤمنین علیه السلام، نصرت کردن 12 امام علیه السلام وجوه مختلف دارد، طرق مختلف دارد برادران من. یک طریق نصرت و کمک به امیر المؤمنین علیه السلام در همون زمان حیات امیر المؤمنین علیه السلام بود، ابو ذر غفاری بود. ابو ذر غفاری به خاطر نصرت امیر المؤمنین علیه السلام چقدر رنج ها دید. معاویه ملعون، ابو ذر غفاری که پیرمرد بود، پیر شده بود ابو ذر رضوان الله علیه، را بر شتر بست، شتری که هیچ گونه پالانی زینی چیزی نداشت، و شتر هم شتر انتخاب کرد که بسیار تند را برود و بد را برود و تکان بدهد، و به شتروان گفت که تا مدینه برو از شام و هیچگاه توقف نکن. شب و روز راند تا مدینه رسید. ابو ذر غفاری پاهایش همش زخم شده بود، رانهایش، پاهایش. بعدش هم که شهید شد ابو ذر غفاری رضوان الله علیه. عمار یاسر شهید شد، مقداد در همین راه خدمت امیر المؤمنین علیه السلام، مالک اشتر، محمد ابن ابی بکر، یاران صدیق امیر المؤمنین علیه السلام جانشان را فدا کردند. یک نصرت آن است بینندگان محترم، یک نصرت دیگر هم اینه، آن چیزی که علامه امینی کرده، کتاب شریف غدیر را نوشته، آن چیزی که مرحوم صاحب عبقات انجام داده، کتاب عبقات الانوار نوشته، آن چیزی که مرحوم قاضی نورالله تستری احقاق الحق نوشته، کتب علامه حلی، کتب شیخ مفید رضوان الله تبارک و تعالی علیهم، این نصرت امیر المؤمنین علیه السلام. بینندگان محترم، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اللهم انصر من نصر، پروردگارا تو ناصر باش، تو کمک کن هر کی امیر المؤمنین علیه السلام را کمک بکنه. و یکی از وجوه کمک کردن به اهل بیت علیهم السلام اینه که آدم در اون راه اهل بیت علیهم السلام مالش را خرج بکنه، مالش را خرج بکنه در راه نصرت اهل بیت علیهم السلام. کتاب هایی که فضائل اهل بیت علیه السلام را بیان کرده، اونها را آدم نشر بکند، چاپ بکند. مثلا کتاب شریف عبقات، کتاب شریف برهان و سعاده مرحوم صاحب عبقات، دیگر متروک اصلا پیدا نمیشد این کتاب به این نورانیت. کتاب های بیفایده در پاساژ قدس قم پر الا ماشاءالله، کتاب های اصیل شیعی را کسی چاپ نمی کنه. خب بینندگان محترم، این خدمت به دینه، این احیاء دینه، یا برگزار نمودن منبرهای مفید که مطالب حق گفته بشود، دشمنان اهل بیت علیهم السلام در آنجا بینیشان به خاک مالیده بشود، آبرویشان برده بشود، این خدمت به امیر المؤمنین علیه السلام، این خدمت به امام عصر علیه السلام، این باعث خوشنودی ارواح 124,000 پیغمبره، باعث خوشنودی پروردگار عالمه. خب بینندگان محترم، یک منبر جهانی، یک منبر عالمگیر، جهانگیر، یک منبر اینچنینی که دوست و دشمن بله انگشت حیرت به دهن نهاده اند، الحمدلله. این آیا مستحق کمک شما نیست؟ مستحق همیاری شما نیست؟ بینندگان محترم، خودتان پیش خودتان فکر بکنید، قضیه خیلی واضح و روشنه. کلام اهل بیت علیهم السلام نوره، کلام اهل بیت علیهم السلام شفا هست، کلام اهل بیت علیهم السلام کلام پروردگار عالم هست، کلام اهل بیت اطهار علیهم السلام همش نور و برکت هست و میزان هست و حجت هست بر من و حجت هست بر شما. ببینید بعضی از کلمات ائمه هدا علیهم السلام را در ثواب تبلیغ و در ثواب هدایت و در ثواب این که انسان در برابر بدعت بیستد. شما میدانید ما در عصر قرار گرفته ایم که بدعت به نام دین، ظلم به نام دین، آدم کشی به نام دین رائج هست. اصلا کسی که حرف حق بگوید او متروک هست، مذموم هست، مسخره میکنندش، با او دشمنی میکنند، سعی میکنند آبرویش را ببرند. و کسی که حرف باطل بگوید، کسی که کفریات بگوید، او عزیز هست. غیر اینه کسی مگر جرأت دارد در خود حوزه علمی قم حرف حق بگوید؟ در همون حوزه علمی قم کسی حرف حق بگوید،
بله او را درس عبرت درست می کنند برای بقیه مراجع و علما تا دیگر کسی نتواند در برابر بدعتهای ظالمین صدا بلند بکند. اما کسی که بیاد کفریات بگوید در حوزه علمیه قم الا ما شاء الله، از برای او امکانات و از برای او احترام و تعظیم وافر برای او قائل می شوند. خب بینندگان محترم، ما در این عصر قرار گرفته ایم و شما می دانید که چقدر کفریات هست که به نام دین به خانواده های شیعه قبولانیده شده. چقدر خانواده های شیعه هست، خانواده های شیعه اصلا منحرف شده اند، بی دین شده اند. و خدا شاهده، پروردگار عالم شاهده، الله تبارک و تعالی شاهده که به من از قم گزارش دادن که خانواده های روحانی که همشان روحانی هستند، کلام اهل بیت علیهم الصلاة والسلام را اینقدر اینا فاسد العقیده شدند، نه عوامشان، نه همون هایی که روحانی هستند، طلبه هستند، کلام اهل بیت علیهم الصلاة والسلام را در باب براءت از دشمنان حضرت زهرا سلام الله علیها مسخره میکنند. اینا شما باور کنید این را، یعنی مسخره استهزا میکنند که این چیه؟ روحانی طلبه، نه طلبای کوچک، طلبای درس خارج خان. کلام اهل، خب شما ببینید دوستان عزیز که دجال یک کار را به کجا رساندن که اینها را اینقدر حالا اونهایی که طلبه هستن درس خارج خان هستن اینقدر فاسد العقیده شدن، منحرف شدن که کلام اهل بیت علیهم السلام را مسخره میکنه. خب کسی کلام اهل بیت علیهم السلام را مسخره کنه دیگر از او کثیفتر، نجستر، خبیستر کسی در عالم نیست و او در حقیقت کافره، در حقیقت کافر و مسلمان اصلا نیست. خب این یک امر رایج بین طلاب حوزه، و این را که من برای شما میگم دروغ نمیگویم، این را ثقات برای من خبر آورده. شما دیگر از عوام شیعه چه توقع داری؟ اینا هر بدعتی را به نام دین 30 ساله که به مردم میآموزند، 30 سال، و کسی جرأت ندارد در برابر بدعت‌های اینها کوچکترین اظهار نظر بکند. خب بینندگان محترم من، شما خب حالا کلام اهل بیت علیهم السلام حجت، کلام اهل بیت علیهم السلام نور خدا هست، کلام اهل بیت علیهم السلام کلام خدا هست، کلام اهل بیت علیهم السلام هدایت پروردگار عالم، اهل بیت علیهم السلام خودشان نور خدا هستند، حجت و خلفای خدا هستند، مگر شک در اون؟ مگر شک محل شک و شبهه هست؟ شما ببینید مواقفی که ما در این شبکه اتخاذ میکنیم، عرفایی را که میگوییم، همهش مستدل به کلام اهل بیت علیهم السلام، مستدل و متکی به فرمایشات اهل بیت علیهم السلام. اگر ما ولایت فقیه را قبول نکرده ایم، اگر ما ابو بکر و عمر را مستحق براءت و دشمنی و لعنت میدانیم، بقیه امور همش طبق فرمان اهل بیت علیهم السلام هست. بینندگان محترم، اگر ما وحدت بین المسلمین را بدعت میدانیم، چون این وحدت این امر مسخره، بی مفهوم، بی مصداق، و اصلا اهل بیت علیهم السلام به آن توصیه نکردند، شما ببینید تمام امور طبق فرمان اهل بیت علیهم السلام. حالا اگر جایی باشد که من خطا کرده ام، من مکرر به علما گفتم که گوش زد بکنید. خب کسی مرد پیدا نشد که بگوید که ولایت فقیه بر حق، شما نفهمید. کسی پیدا شد؟ شما بینندگان عزیز، هیچ کسی پیدا نشد، شکر خداوند متعال. یک کسی از علمای عمریه شما دیدید که در این 5 سال آمده باشه بگه عمر مسلمان بوده؟ شما به ناحق او را تکفیر میکنید؟ غیر از یک عالم روحانی شیعه، مولوی محترم شبکه ولایت، که به ما زنگ زده بود که من 2 میلیون عمر را شما چرا تکفیر کردی؟ عمر مسلمانه، من 2 میلیون جایزه میدهم که اگر تو بتوانی عمر را تکفیر بکنی. و الان منکر شده آقای قزوینی، میگم این حرف را نگفتم. سبحان الله، سبحان الله، آقای قزوینی سوء عقیده اینقدر، ببین ناراحت بود، غضبناک شده بود که من علایاری چرا عمر را تکفیر کرد. عمر مسلمانه، من 2 میلیون جایزه میدم. اون زمان 1 میلیون تومان خوب بود، 1 میلیون تومان از 1000 دلار بیشتر بود. الان قضیه مال 5 سال پیشه. بینندگان محترم، کلام اهل بیت علیهم السلام نوره. من بعضی از کلمات اهل بیت علیهم السلام را برای شما نشان میدم.
این احادیثی که نشان میدم به سند صحیح بینندگان محترم من. حالا شاید بعضی بگویند که سندش درست نیست، اما اینها بله کسانی هستند که زیاد توجه ندارند و سر و کار با حدیث و روایت ندارند. تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام معتبر هست. علامه بزرگوار مجلسی در بحار الانوار کلماتی که درباره این تفسیر گفتند، و این که شیخ صدوق این تفسیر مبارک را از استادش و استادش با یک واسطه از امام حسن عسکری علیه السلام نقل کرده. دیگر مسئله خیلی بالا هست. کتاب شریف احتجاج طبرسی جزء اول از تفسیر امام عسکری علیه السلام در مقدمه این کتاب نقل احادیث زیادی نقل می کنند. حدیث اول، امام عسکری علیه السلام پدر بزرگوار، پدر مهربان حضرت امام عصر علیه السلام می فرمایند که پدر من امام هادی علیه السلام از پدرشان حضرت امام جواد علیه السلام و ایشان از پدرانشان از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این چنین فرمودند: اشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن امه و ابیه یتم یتیما انقطع عن امامه. یتیم دو نوع هست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یک یتیمی که پدر و مادر ندارد، یک هم یتیمی که از امام خود دور افتاده، دسترسی به امام خود ندارد. کدام یتیمی بدتره؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یتیمی درد بگیر درمان، یتیمی یتیمی خاری دوران، یتیمی فرمودند که خاری دوران آن یتیمی یتیمی هست، بله آن یتیمی که انسان از امام خود دور افتاده باشد و دستش به امامش نرسد، آن یتیمی شدید تره. ولا یقدر علی الوصول الیه، و انسان نتواند به امام خود برسد. ولا یدری کیف حکمه فیما یبتلی به من شرائع دینه. و انسان نداند که شرائع دین خود را نداند، چون دست خودش دستش به امامش نمی رسد. الا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا، آگاه باشید هر کس از شیعیان ما که عالم باشد به علومنا، عالم باشد به علوم ما. و هذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجره، و این شیعیه مسکین، این شیعیه یتیم که دستش به امامش نمیرسد و دینش را یاد نگرفته، اصول دین فروع دین را خوب یاد نمیتواند خوب یاد بگیرد، آنطوری که اهل بیت علیهم السلام فرمودند آنطور بهش نرسیده. کسی که عالم باشد به شرایع ما، این یتیم را باید به آغوش بگیرد، این یتیم را باید به دامن بگیرد، این یتیم را باید پرورش بدهد. الا فمن هداه و ارشده و علمه شریعتنا کان معنا فی الرفیق الاعلا. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کسی که این یتیم را یاری بکند، این یتیم را این یتیمی که دستش از امامش منقطع است، و شما میدانید که خانواده های شیعه این چنینند، خانواده های شیعه که عقاید حق را بلد نیستند و جواب شبهات نواسب را نمیتوانند بدهند، جواب بدعت های اهل زمان را نمیتوانند بدهند، اونها این چنینند، کوچک بزرگ مرد زن همگیشان این چنین. هر کسی که این را، این مساکین را و اونها دینشان را یاد بدهد با ما خواهد محشور خواهد شد در رفیق اعلا، در بلندترین جایگاه های بهشت. بله و روایات اینجا خیلی زیاده. این روایت را ببینید از ایشان امام حسن عسکری علیه السلام روایت میکنند از امام مظلوم، امام شهید حضرت امام حسین علیه السلام. قال مولانا الامام الحسين بن علي عليهما السلام، ایشان فرمودند حضرت سید الشهدا علیه السلام: من کف لنا یتیما قطعته عنا محنتنا باستتارنا. فرمودند زمانی میرسد که ما اهل بیت علیهما السلام غائب میشویم، فرزند ما، وصی ما غائب میشود. در آن زمان یک کسی بیاید و کفالت بکند یکی از ایتام ما را،
یکی از شیعیان ما رو. فواساه من علومنا حتی سقطت الیه حتی ارشده و هداه. پس بیاید او را علوم ما یاد بدهد و او را هدایت بکند، او را ارشاد بکند. قال الله عز و جل، خداوند متعال به او میگوید یا ایها العبد الكریم المواسی لاخیه انا اولا بالکرم منک. خداوند متعال به آن معلم میگوید که تو آمدی این شیعه مسکین را، این یتیم امام حسین علیه السلام را، این یتیم حضرت امام زین العابدین علیه السلام را، این یتیم امام صادق علیه السلام را، این یتیم امام رضا علیه السلام را، این یتیم امام جواد علیه السلام را، این یتیم دوازده امام علیه السلام را آمدی تو سرپرستی کردی. بله، من سزاوار به کرم هستم بیشتر از تو، من باید کرم کنم. اجعلوا له یا ملائکتی فی الجنان بعدد کل حرف علمه الف الف قصر و ضموا الیها ما یلیق بها من سائر النعم. خداوند متعال امر میکند که کرم من را ببین. خطاب میکند به ملائکه خود که ای ملائکه من، برای این معلم خیر در برابر هر حرفی که او گفته، هر حرفی که او گفته، او بله حرف زیاد گفته، در برابر هر حرفش ده. با گفته، جیم گفته، میم گفته، نون گفته، در برابر هر کدامی اونها یک میلیون قصر در بهشت برای او بسازید. او الى ما شاء الله. دیگر قصور این عالم بزرگوار قابل حساب نیست. و بعد هر قصر را آنطوری که شایسته هست از نعم، از آسایش ها، از رزق و روزی پر بسازید. خب بینندگان محترم من، آیا هیچ روحانی میتواند این کار را بکند؟ اگر کسی آمد به روحانی کمک کرد در این کارش، خب قطعا در اون ثواب ها شریکه، قطعا در اون ثواب ها خداوند متعال او را شریک میسازد، چون اون روحانی نمیتوانست انجام بدهد مگر اینکه یک خیری حسینیه بسازد، یک خیری اونجا بله اون حسینیه را مثلا برق بهش بکشد و بقیه خرج هایی که دارد، یا مؤمنین اونجا کمک بکنن. خب همه به اونها نعمت میرسد، همه اونها در اون ثواب عظیم شریک هستند. خب این ثواب، این ثواب نصرت امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام، ثواب نصرت امیر المؤمنین علیه السلام. حدیث دیگر را ببینید از وجود نازنین امام صادق علیه الصلاه و السلام. امام صادق علیه السلام فرمودند علماء شیعتنا مرابطون فی الثغر الذي یلی ابلیس و عفاریته. علماء شیعه ما نگهبانان هستند، مرزبانان آن مرزی هستند که در آن طرف دیگر آن مرز ابلیس و عفاریت ابلیس، افریت یعنی جنی که خیلی خطرناک باشد، شیطانی که خیلی خطرناک باشد. علماء شیعه ما مرزبانانی هستند که در آن مرز جانب دیگرش کیست؟ ابلیس و شیاطین ابلیس. علماء شیعه ما چیکار میکنن؟ یمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شیعتنا. علماء شیعه ما مرزبان هستن، شیطان را، ابلیس را و لشکریان ابلیس را نمیگذارن که اونها بروند شبیخون بزنن، غارت بکنن ضعفای شیعه ما را. اونجا ایستادن علماء شیعه و ان یتسلط علیهم ابلیس و شیعته النواصب، و نمیگذارن، اجازه نمیدن که تسلط پیدا بکنند ابلیس و پیروان ابلیس نواصب. پس معلوم شد که اینجا منظور از اون شیاطین چه کسانی هستند. نواصب شیعیان ابلیس هست و ابلیس خودش بله غاصب اول، غاصب دوم و فقها و متکلمین بله جماعت مخالفین هست، بلا شک و بلا ری، بلا شک و بلا ری. اجازه نمیداد که اونا سلطه پیدا بکنند. الا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان افضل ممن جاهد الروم والترك والخزر الف الف مره. کسی که بیاید این کار را بکنه، کسی که بیاید، خدایا توفیق عنایت بکنه، کسی که بیاید این کار را بکنه در این همچین مرزبانی بشود، نه که برود اونجا شواهد ربوبیه را. عالم بزرگوار رفته میگه چی کار میکنی؟ من رفتم که منظومه ها بله ملا هادی سبزواری رو اونو حفظ کنم. خب اون که منظومه رو رفته حفظ کنم، حفظم کرده ماشاءالله، منظومه رو رفته حفظ کنم. خب اون چی برات میخوره؟
یا طرف رفته مدرس رسائل شده. خب اون بله اون خیلی فایده. حالا اون رسائل بازم اصول فقه یک چیزی مثلا ربط به شریعت یک مقداری از 1001% دارد، اون بقیه اون بله منظومه حاجی که اون که ربط به دین ندارد، اون که خیلی هاش خلاف مذهب است. علی کل حال بینندگان محترم، کسی که بیاید این منصب را قبول بکند، منصب چی را؟ منصب مرزبانی را، برود بر سر اون مرزی که اون طرفش ابلیس نشسته. ابلیس اونجا در صدد اینه که من چطور برم بر شیعیان غارت بکنم. کسی که این کار را بکند، رسول خدا صلی الله امام صادق علیه السلام میفرماید کان افضل ممن جاهد الروم والترک والخزر الف الف مره. بله فرمودن که این کسی که این کار را میکند این بهتره از این که با رومی ها و ترک ها، اون زمان ترک ها کافر بودن. بله و اینجا خزر را گفته جیلون خزر العیون و فی حدیث حذیفه که انی بهم خنصف انوف خزر العیون انقلاب الحدقه نحو اللحاظ و هو اقبح الحول. خلاصه کسانی بودن از کفار که چشمان اونا بله چشمان اونا طوری دیگری بودن. اقوام کافر بوده در سابق. کسی که با اون کفار بجنگد این خیلی بهتر از آنه، این که بیاد مرزبانی بکند از عقاید شیعیان، از دین شیعیان. لانه يدفع عن اديان شيعتنا ومحبينا وذلك يدفع عن ابدانهم. اون کسی که در جهاد رفته شمشیر کشیده مرابط شده که کسی نیاید دزدی نکند بر قریه شیعیان، او از بدن شیعه دفاع میکند. و این عالم که بله جواب شبهات را میدهد، عقاید حق را بیان میکند، بینی غاصبین حق امیر المؤمنین علیه السلام را به خاک میمالد، بعد یک لگدم به پس کله اونا میزند. خب این از دین و ایمان شیعیان دفاع میکند، این خیلی مرتبهش از اون بله بهتره، 1,000,000 مرتبه از اون بهتره. خب بینندگان محترم، این احادیث و روایات الی ماشاءالله که زیاد هست و موجود هست در کلام ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام، آنچه که مهم هست بینندگان محترم در این باب اینه که اینها ممکن نیست مگر اینکه بله عده‌ای از اهل ایمان همیاری بکنن و کمک بکنن، و این شبکه همین کار را میکنن. این شبکه اینجا چه کار میکنن بینندگان؟ از این شبکه این حقیر مثلا سعی من این است که دین خدا را، کلام اهل بیت علیهم الصلاة والسلام را به شما برسانم و جواب شبهات مخالفین را بدهم و بدعتها را اینجا واضح و روشن و پوسکنده بیان بکنم. و علمای دیگر هم الحمدلله هستند، اونها هم خدمت میکنند، اونها هم به وظیفه خود عمل میکنند، شکر خداوند متعال. اما این شبکه هم کارش همینه که اهل بیت علیهم السلام فرموده، علمای دیگر از ما انشاءالله لذیذ کارونا بهتر و خالصتر، ما را خدا ما را انشاءالله خلوص عطا بکند. اما این کار را خود شما میبینید که کاری هست مفید. لذا بینندگان عزیز، این کار امکان ندارد مگر اینکه شما همیاری کنید، کمک کنید و برادری کنید و مساعدت کنید، و این مساعدت و این همیاری و این کمک شما سبب میشود که ما بیشتر بتوانیم فعالیت بکنیم و خوبتر فعالیت بکنیم. مهم اینه بینندگان عزیز که یک مقدار کمبودی بودجه هست اون رفع بشود، و شما همین همت هم بکنید که این کمبودی بود جرم رفع بکنید، خیلی کار شد. دیگر ما قد چون پولدارهای شیعه، اونایی که پولشان زیاده، اونا من نمیدانم اونا کدام حال هوا هستن، اونا شاید فکرش با ما فرق میکنن. کسانی که با ما کمک میکنن عموما اینا فقیرن، اینا بیچاره ها مثلا 20,000 تومان، 5,000 دینار عراقی، 10,000 دینار عراقی، خب او 10 دلار 5 دلار میشود دیگه. یا زیاد همت کنن 100 دلاری، بعضیا کمک میکنن مثلا اونا کمن 1000 دلار کمک میکنن، اونا کمن این همه بیننده. خب معلومه که اونایی که وضعشان خوبه زیاد با ما موافق نیستن یا نمیخوان با ما خرج کنن، اشکال نداره، من کاری ندارم. لذا حالا که ما اینجا بگیم که ما اینجا میخوایم خیلی هنر بکنیم، اینجا جهان را فتح بکنیم، نه، جهان را فتح کردن برنامه ای نیست. به خاطر اینکه ما زیاد بکنیم و این قرضی های شبکه رو جمع بکنیم، یک مقدار کسری که داریم ادا بکنیم، این خیلی همت کرده و
خدمت شما عرض کردم که یکی از خیرین، بله، از تجار عرب، او به ما گفته که من اگر شما هر قدر کمک بکنه، دوستان کمک بکنن امشب، من مثلش کمک میکنم. خب دیگر، بله، در بین تجارم یک مرد پیدا شد بالاخره، خدا خیرش بده. بقیه تجار اونها گفتن که نه، ما پیرو رئیس جمهور مبارز آقای احمدی نژاد هستیم، این شبکه به احمدی نژاد توهین کرده، لذا ما کمک نمیکنیم. حالا کسانی که پیرو احمدی نژاد نیستن، اونها به بینندگان عزیز، لذا شما باید تشویق بشوید، این آقایی که کمک میکنن، شما امشب اگر کمک بکنید، چون ایشان اگر شما امشب $1,000 کمک کنید، او 1,000 هم مثل شما کمک میکنه، لذا این کمک تضاعفی بالا میرود، دوچندان بالا میرود، لذا شما سعی بکنید که کمک بیشتر بکنید تا امشب انشاءالله العزیز کمک زیادتر جمع بشود، چون هر قدر کمک بشود اون دوچندان میشود. دوستان عزیزی که خارج ایران هستن، خارج ایران کمک کردن خیلی راحته. در اروپا ما شما را حساب داریم، در آلمان، در یکی از بانک های آلمان، پست بانک آلمان، اونا زنگ بزنید و شبکه خواستید، اون شماره را برایتان ایمیل میکنند یا اینکه برایتان اسمس میکنند. در امریکا هم شماره حساب داریم، کردیت کارت هم میتونید کمک بکنید، وسترن یونین، شرکت وسترن یونین میتوانید کمک بکنید، با شرکت پیپل خیلی راحته و فورا کمک شما میرسه، از بهترین راه های کمک پیپل هست، از طریق کردیت کارت روی وبسایت ما abtv.org abtv.org، روی تلویزیون هم اونجا نوشتیم، از اون طریق است. abtv.net هم مال ماست، abtv اهل بیت tv.org اهل بیت tv.net، هر دوش مال ماست، کمک بکنید، اون هم راحت و میتونید کمک بکنید، خدا خیرتان بدهد. در این اواخر کمک ها کم بوده و بله، به خاطر اینکه علما شرارت میکنن، یک بله خدا دیگر مردم را انصاف بده، به خاطر اینکه با ما کمک هم یاری بکنن، علما شرشان خیلی بیشتر از کمکشان به ما میرسه، خدا میداند شر علما و بدی علما خیلی از کمکشان به ما بیشتر میرسه، خدا اینا را انصاف بده، خدا اینا را هدایت. دوستان عزیزی بیننده، خدا شما را خیر بده و شما میتونید خیلی کمک بکنید در امشب، شما میتوانید بله هیچ 100,000 200,000 300,000 میتونید کمک بکنید، اما بعیده که شما اینقدر کمک بکنید، اما میتوانید، اینقدر ما بیننده داریم و اینقدر ما همیار داریم، بله، که اگر همت کنند بله میتوانند کمک بکنند، اما بله معلوم نیست که اینقدر شما بکنید، آخر توفیق هم میخواهد، هم فکری هم میخواهد. عموما شما بینندگان عزیز منبر خوشتان میآید، میگید سبحان الله ما شاء، سبحان الله ما شاء، فضائل را بیان کردی، اما وقت کمک کردن خبری نیست. دوستان عزیز بیننده، اگر شما با من برادری کنید، همیاری کنید، من خیلی کار میتونم بکنم، من میتونم خیلی کارها را که بقیه علما برایشان امکانش وجود ندارد، من میتونم انجام بده. خیلی از امور هست که شدنی هست، کارهای بزرگ برای مذهب، خدمات بزرگ برای مذهب میتوان انجام داد، اما خب اینها بله هم تلاش میطلبد، از این جانب، از این حقیر، و از جانب دیگر امکانات هم میطلبد، بدون امکانات شدنی نیست، راهی ندارد. لذا بینندگان عزیز کمک بکنید. کوری چشمه جماعت نواسب، کوری چشمه جماعت وهابی، کوری چشمه جامعت البی سوادا، جامعت المصطفی قم، کوری چشمه وزارت سربازان گمنام ابلیس و عفاریت ابلیس. انشاءالله کمک کنید، خدا خیرتان بدهد. منم الان تلفن های شما را جواب میدهم، خیلی از شما نوبت تلفن به شما نمیرسد، اشکال ندارد، تلفن اگر صحبت نکنی اشکالی نداره، پشت تلفن کمک بکن، امشب نوبت شما نرسید به تلفن، فردا مثلا بعد از برنامه کمک بکنی، مهم نیست، بالخصوص کسانی که وضعشان خوبه داخل ایران را میگویم. ببینید پول ایران ارزشش به خاطر این انقلاب ایران و انقلاب آقای خامنه ای که گفته که نیروی هسته‌ای حق مسلم است، ارزش پول ایران پایین رفته خیلی زیاد،
لذا شما وقتی کمک میکنید این تبدیل به دلار میشه، این خیلی کم میشه. لذا کسانی که وضعشان خوبه شما کمک بیشتر بکنید، خدا خیرتان بده. سهم امام علیه السلام کمک بکنید، خدا شما را سلامتی بده. سهم امام علیه السلام را شما وقتی که به مراجع میدهید، اون مراجع بدون اجازه خامنه ای و رئیس جا نمیتونن مصرف بکنن، مگر اینکه کم عموم مصارف مراجع زیر نظر خامنه ایه، چون اونجا در دفاتر مراجع اینها جاسوس های خیلی زیاد دارن، جاسوس های خیلی زیاد دارن، و خیلی کسانی که در دفاتر مراجع کار میکنن اصلا اونا خود اونا فاسد العقیده هستن. خیلی از وکلای مراجع اینچنین اصلا خود اونها منبع شرن. شما اینطوری فکر نکنید که شما اگر به مراجع دادید اونا جای خوب حتما مصرف میکنن، اونا زیر نظر خامنه ای مصرف میکنن، حالا نمیگم جاهای بد مصرف میکنه، اما موافق اونها مصرف میکنه. یعنی نمیتونه در جایی که یک مؤسسه ای باشه که در امور خیریه عمل کنه اما موافق نظر خامنه ای نباشه، اونجا نمیتونن مصرف بکنه، اجازه نمیده، برای اون مشکلات درست میشه. لذا بینندگان محترم من، یک منبر جهانی، یک شبهه خیلی خوب، خیلی نورانی، چقدر شما الحمدلله خدا شما از این شبکه حاجت گرفته، چقدر زیاد نازل. از 5 سال پیش مردم زنگ میزنن میگفتن این شبکه نیست، این بیمارستان، این دارالشفا هست، شفا میده. خب اینطوریه مگر نبود از اول؟ الانم همینطوریه. درست، شکر خداوند متعال. خب دیگر کمک کنید، خدا خیرتون بده. یا حیدر مدد، یا علی مدد، سلام الله علی امیر المؤمنین. یا امیر المؤمنین، دیگر من گفتم یا امیر المؤمنین، من اینقدر بله خوب اصلا احساس راحت ندارم اینجا طلب کمک کنم. خیلی من اینجا بیام سخنرانی کنم برای دجالیه، خصوصا برای دجالیه سخنرانی کردن خیلی لذت دارم، خیلی زیاد، چون اینا خیلی مغرورند و خیلی کسی جواب اینا رو نداده، اینا شیر شدن، فکر میکنن که اینا برحقن. اصل لذت که داره اینه، بر علیه دجالیه، بعد هم بر علیه وهابیت، ابوبکر و عمر و اینا، این بین اینا رو به خاک مالینن. اون خیلی لذت داره این کمک طلبیدن، بعد شما زنگ میزنید اینجا، این دیگر لذت نداره، این برای من خیلی من ناراحت میشم. اما چی کار کنم؟ شما جماعتی هستید که بله، شما جماعتی هستید که نمی جنبید. این که بگویم کمک کنید بعدش هم نمی جنبید، من میدانم. اونایی که کمک میکنه اونا بگم نگویم اونا کمک میکنن، اونا خیلی مؤمنن، کسان یاران همیاران حقیقی این شبکه، اونا خیلی مؤمنن، اونا خیلی نازنینند. اونها من بگویم نگویم اصلا من دو هفته برنامه داشته باشم کمک خوشانه میکنن، اونا میکنن. اما شما بینندگان محترم که یا تا به حال اصلا کمک نکرده ای؟ اگر کردی همون فرار سال بوده، تا دو سه سال دیگه بعد گذشته کمک نکرده ای. شما که بگویم چندان فایده ای نداره، علا کل حال حالا گرچه فایده نداره زیاد تلفن ها رو جواب میده. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد.